لطفاً این گزارش را نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ویژه تر ببینند و حرفای بیرو در بایستی مردم را با دقت بشنوند. ما یه مرد مرد میخواییم. آقای نامزد نشستن بر صندلی رئیس جمهور، شما وارد یکی از حساس ترین کارزارهای انتخاباتی شده اید. انتخابات مهمیه، یکی از انتخابهای مهمه. شما وارد عرصه‌ای می‌شوید که جوانان محقق شدن یا نشدن آرزوهایشان را به آن وابسته می‌دانند. الان سن ازدواجمه، نمی‌تونم ازدواج کنم. خیلی از هم سن و سالای من هستن که مشکل ازدواج رو دارن. نامزد اگر شده اید، بدانید چند ساعت چرخیدن ما بین این مردم نشان داد مطالبه اصلی آنها از رئیس جمهور آینده حول محور اقتصاد می‌چرخد. اولین کار باید اقتصاد، فقط اقتصاد، اقتصاد. تو این وضعیتی که الان لحاظ اقتصادی مملکت ما گیر کرده، خدا کنه یکی بیاد که بتونه راه انداز این مملکت باشه. آقایان نامزد انتخابات، بدانید اینجا کسانی هستند که میگویند رأی دادن آنها در انتخابات سال 1404 و عملکرد رئیس جمهوری که نامش سال 1400 به صندوق ریخته میشود بستگی دارد. اگه اومد و خوب بود دوره بعد رأی میدی؟ حتما. یعنی 1404 رأی معلوم. اگه خوب باشه، اگه واقعا الان این شرایطی که الان اون چیزی که میگفتن عمل کنن، آره معلوم، خب 100% رأی. یک وظیفه مهم رئیس جمهور بعدی اینه که این حس امید رو به شما برگرد. دقیقاً. آقایان نامزد انتخابات، وعده‌هایی که روی پوسترهای انتخاباتی میماند فایده ای ندارد. از شما میخواهند با برنامه‌های عملی و وعده‌های حساب شده که قابلیت تحقق دارد مردم را قانع کنید. هوشیاری و اون هنر نامزداست که بخواد بیاد وسط زندگی من، بخواد بیاد وسط مطالعه من و منو قانع کنه. همون جوری که قبل از انتخابات شعار دادن عمل کن، همون جوری که در کنار مردم بودن، همون وقت هم که رأی میارن کنار مردم باشن. شما که میخواهی رئیس جمهور ایران بشوی، بیشتر از نامزدهای سالهای گذشته زیر ذره بین هستید. از چه رسانه خبرها رو دنبال میکنید؟ بیشتر از صدا سیما، بیشتر فضای مجازی. هر چیزی میخواییم میشنویم، بررسی میکنیم. همینجوری به حال چشم گوش بسته نیستیم. آقایان نامزد انتخابات که در مسیر پاستور در حال حرکتید، شما به سوی صندلی میروید که روزگاری فردی چون شهید رجایی روی آن نشسته و مردم شما را با گذشته ها مقایسه میکنند. ارزش هایی که از شهیدانمون به یادگار داریم باید حفظ بشه. از داخل مردم بیاد بیرون، چون میتونه مردم رو درک کنه. چرا؟ چون تو زندگیشون رو تجربه کرده. مستاجر بودن و اجاره رو، کرای تاکسی رو. مردم 40 سال پای عهدی که بستند هستند و حالا نوبت شماست و همچنان مردم منتظر هستند حرف‌ها و برنامه‌های قانع کننده نامزدها رو از دریچه شیشه رسانه‌ها بشنوند. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.